استودیوی کوالیشن تو ساخت گیرز 5 و گیم پلی بازی تغییراتی رو به وجود آورده که با تمام ایراداتش میتونه حس و حال متفاوت و لذت بخشی رو به ارمغان بیاره و این بازی رو به یکی از بهترین شوترهای سوم شخص تبدیل کنه. با بررسی این بازی همراه زومجی باشید. با ساخته شدن گیرز آف وار 4 یه سگانه جدید کلید خورد. سگانه‌ای که روایتگر داستان دختریه که بعد از دزدیده شدن مادرش به دست سوارم‌ها و در نهایت کشته شدنش میخواد دلیل و سرمنشه ویژن ها و صدای مرموز داخل ذهنش رو پیدا کنه و اونو از بین ببره. داستان گیرز 5 مدتی بعد از اتفاقات نسخه 4 شروع میشه. حالا کیت دیاز مدام صدایی رو میشنوه که بهش میگه تو شخص برگزیده برای ملکه بودن هستی. با اینکه کیت اوایل به این صدا و ویژن های ذهنش بی‌توجهه، اما اتفاقات بازی دست به دست هم میدن تا عزمش رو جذب کنه و سرمنشأ اونا رو پیدا کنه. داستان گیرز 5 پایان‌بندی عجیبی داره و مخاطب رو رسماً چشم انتظار نسخه 6 میذاره. اما پایان‌بندی بازی به نحویه که به تمامی سوال‌های ذهن مخاطب تو این نسخه همچنین سگانه ابتدایی رجوع پاسخ میده. اینکه لوکاست‌ها چگونه به وجود اومدن و میرا ملکه لوکاست‌ها چرا انسان بوده. از مواردی هستند که داستان گیرز 5 اونو به بهترین شکل ممکن روایت میکنه. همچنین شخصیت پردازی کاراکترهای اصلی و نحوه معرفی کاراکتر منفی این قسمت و قسمت آینده مورد دیگه‌ایه که مخاطب غافل گیر میکنه. با این حال چیزی که گیرز 5 رو متفاوت تر از 4 نسخه پیشین نشون میده گیم پلیه. تو نسخه‌های پیشین مراحل و اکت‌های بازی حالت خطی داشتن و ابتدا و انتهای مسیر مشخص بود، اما کوالیشن تو نسخه 5 از المان‌های جهان باز استفاده کرده. گیرز 5 تو 4 اکت خلاصه میشه که اکت اول و 4 روندی مشابه به نسخه‌های پیشین دارن. این در حالیه که تو اکت 2 و 3 با یه محیط گسترده که پر از مأموریت‌های فرعی مختلف روبرو میشین. به لطف وسیله نقلیه اسکیف و طراحی‌های محیطی، گشت و گذار در جهان باز گیرز 5 باعث شده تا تجربه متفاوتی رو کسب کنید. اما مأموریت‌های فرعی بازی چنگی به دل نمیزنن و بعد از کامل کردن چند تاشون تکراری میشن. تنها موردی که شما رو ترغیب میکنه تا انجامشون بدید پاداش‌هایی که گیرتون میاد. در واقع این پاداش‌ها متعلق به ارتقای ویژه مهارت‌های جک تو بازیه. جک رباتیه که وظیفه‌اش پشتیبانی از تیم 2 شماست و یه جورایی شخص سوم این تیم رو تشکیل میده. مهارت‌های گیمر تو گیرز 5 در 2 حالت پشتیبان و تهاجمی خلاصه میشن. یکی از ویژگی‌های مثبت بازی همین مهارتان که شیوه‌های مبارزه مختلفی رو به وجود آوردن. برای مثال اگه به مخفی کاری علاقه دارین، از طریق مهارت کلاک و غیب شدن میتونید یه سری از مبارزات رو به صورت کاملا مخفی کاری پشت سر بذارید و از کشتن سوارم ها حسابی لذت ببرید. موردی که تو این سالها به یکی از مشخصه‌های اصلی گیرز آف وار تبدیل شده گان پلی و نبردهای نفسگیر اونه. تو نسخه 5 ترکیب گامپلی و مأموریت‌های اصلی مورد ارزشمندیه و اصلی ترین دلیل سرگرمی مخاطب. حتی میتونید کلن بازی رو تو نقش جک تموم کنید و تجربه کاملا متفاوتی داشته باشید. تیم سازنده در کنار کمپین 3 حالت هورد، اسکیپ و ورسز رو قرار داده تا تجربه گیمر گسترده تر بشه. حالت هورد تغییراتی پیدا کرده که باعث شده بیشتر از نسخه قبل سرگرم بشی. تو اینجا هر بازیکن مهارت مخصوصی داره که تو موج‌های مختلف میتونه ازش استفاده کنه. همچنین با کشتن دشمنا آیتمی رو دریافت میکنید که نقش پول داخل بازی رو ایفا میکنه. از این رو خریدن پرک‌های مختلف با این پول باعث قدرتمندتر شدن شما تو موج‌های بالاتر میشه. حالت ورسس هم که همون بخش چند نفره گیرز 5 لذت زیادی داره و میتونه شما رو برای طولانی مدت حسابی سرگرم کنه. عملکرد سلاح‌های این بخش هم دستخوش تغییراتی شده تا شاید تعادل میان سلاح‌های همیشگی و سلاح‌های جدیدی باشیم که تو این نسخه به بازی اضافه شدن.
متاسفانه حالت اسکیپ اصلا به هیجان انگیزی دو حالت آنلاین دیگه بازی نیست. شاید تو چند ساعت ابتدایی روند شروع و پایان این حالت به همراه قسمت ساخت نقشه پرجزئیات برای شما سرگرم کننده باشه، اما وجود مواردی مثل نبود کار تیمی به تجربتون لطمه میزنه و بعد از گذشت چند ساعت از تجربهش خسته میشین. به عبارتی ترجیح میدین وقت خودتون رو روی بقیه حالت‌ها بذارین تا اینکه اسکیپ رو بازی کنید. گرافیک گیرز 5 باعث شده تا جلوه‌های بصری، نورپردازی و افکت‌های انفجار و شلیق با کیفیتی رو مشاهده کنیم. همچنین میانپرده‌های سینمایی بازی به خوبی کیفیت بالای طراحی چهره و کاراکترهای بازی رو نشون میده. از طرفی اگر روی PC گیرز 5 رو تجربه می‌کنید، باید بگم که گیرز 5 یکی از بهینه‌ترین بازی‌های چند سال اخیر و قشر وسیعی از کاربرای این پلتفرم می‌تونن جدیدترین ساختی کوالیشن رو تجربه کنن. رامین جوادی هم تو بازی گیرز 5 سعی کرده به درستی کار خودش رو انجام بده و شاهد موسیقی با کیفیت و گوشنوازی هستی. موسیقی هایی که به خوبی استایل آهنگسازی رامین جوادی داخلشون دیده میشه و پتانسیل این رو دارن که برای مدت ها موندگار بشن. همچنین تو بخش صداگذاری هم بازی عملکرد خوبی داره. زمانی که در حال انجام مأموریت ها به گشت و گذار تو بازی این دیالوگ های بین کاراکترها رد و بدل میشن که طنز بعضی از اونها لحظه های متفاوتی رو رقم میزنن. با این تفاصیل گیرز 5 تغییرات شاید کامل نباشه، اما در کنار داستان درگیر کننده میتونه تجربه بسیار خوبی رو ارائه بده و انتظارها رو از نسخه آینده بیش از پیش افزایش بده. Carriers are done.